بازم یکی داره منو میپاد. مطمئنم. سنگینی نگاهش رو صورتم، رو شونه ها، حتی روی هوای دورو برم احساس میکنم. مثل اون وقتا حس میکنم یکی مراقبمه. مدت ها بود این احساس رو گم کرده بودم، اما دوباره اومده سراغم. میگم به خاطر وضعیت روحیه، یه حالت عصبی، اما اصلا ناراحت کننده نیست. دوستش دارم، دوست دارم کسی مواظبم باشه. مثل اون وقتا که یه دفعه سرمو بلند میکردم و میدیدم بابا داره نگاه میکنه. اما حالا تا سرمو بلند میکنم این سنگینی از بین میره و دیگه هیچ نیست. تسلیت میگم، غم آخرتون باشه. بقای عمر شما باشه خانم سرمد. خیلی ممنونم، واقعا لطف کردین. انگار کسی منو صدا زد، یه آشنا، یکی که با نگاش حرف میزنه، با من همدردی میکنه و از همه آدمایی که اینجا هستن به من نزدیک داره. چرا نمیای بری؟ فکر کردم بابا رو دیدم. چرا همش فکر میکنم یکی مراقبمه؟ برای اینکه همه نگران تو ان عموجون. بیا بریم. بیا بریم که الان همه سرگردون میشن. دلم میخواد همه این آدم های متظاهری رو که برای سوگواری اومدن بیرون کنم. ختم بابا رو کردن محل خودنمایی و تشریفات. همشون از اینکه زودتر از بابا نمردن خوشحالن. دلقک های متظاهری که مثلا برای سوگواری اومدن. باید مواظب باشم کار عجیبی ازم سر نزنه. آفتاب در کبود دره‌های آب غرق شد. شیرین جون چی شد شیرین؟ بفرمید خانم افغانی. مریم جان. جان. چشم. بفرمید خانم. شیرین جان. با خورما با خود دل ضعف کرد. ماما شیرین، عموی پرسا حالت خوبه؟ خوبه. از
عزیز دلم، بیا یه دقیقه پیش مامان بزرگ بشین. قربونی شکلت برم. من میخوام برم بازی کنم. خیلی خوب بازی هم میکنی، حالا یه دقیقه پیش من بشین دیگه. I'm tired of here. آخه عزیز دلم، خانم افخمی رو دیدی اونجا نشسته؟ دیدم. برای من و تو اومدن اینجا، نگاهشون کردی انگار سالن ماده. یواشتر میشنوم. بشنوم. ای تو باز کت شده؟ زبون کجا باشی میبینم؟ سای بزا که تندونه این فرمور نمیره که. کامنت با شما کار دارم خانم جان. از خارجه، شوهرشه محمود خان، خیلی دوستش. سلام. خدا رحمتش کنه. دارم خفه میشم. بهار خوبه، مثل باباش دل گنده است. نفهمیدی؟ ولش کن. مامان میگه اگه لازمه کارشو درست کنه بیاد. بگو نم این همه را بیاد که چی؟ محمود زنده میشه. مامان میگه ممنون. Yeah, they all came. A bunch of people who have just learned English are trying to listen in every single word we say. I can't really speak right now. I will call you later. چیگو؟ تسلیه. تو چی گفتی؟ حالا چند نفر که گوش وایس داده بودن گرفتن. عموزاده هات رفتن تو هم؟ کجا؟ میرم با تو خواه بابا. چی؟ شیرین جون خوبی؟ من خوبم، ولی تو باور نکن. نباید زیاد سخت بگیری، دوباره حالت بد میشه ها. ختم بابا شده مثل ختم این تازه به دارون رسیده ها. میل داره خانم؟ مامانت دیگه میدونی که اینجوری دوست داره. ماما یه دیگه شیرین جان، اما چرا اومدی بیرون؟ سرده. کجا میری؟ حالت خوبه؟ نه خوب نیستم. اون آقایی که ازتون خدافظی کرد کی بود؟ کی؟ الان نمیدونم. خیلی اومدن و رفتن. نکنه نوه سلیمان خانم میگی؟ نه. خواهرزاده اقدس خانمو که نمیگه، همون که تابلوهاتو میخره. نه، یه آقای قد بلند بود، کت شلوار سرمه‌ای پوشیده بود، عینک داشت با موهای جوگندمی. کجا رو گفتن عمو جان؟ آخه با این مشخصاتی که تو میگی حداقل 50 تا آدم اومدن و رفتن. مسخره میکنی عمو. مثل باد بادکی که نخش پاره شده باشه سرگردون و تنها شدم. انگار بارها و بارها همه اینا رو به خواب دیدم. چه زود همه چیز میگذره. اون روزهای خوب. بیا بخور.
زنگ میزدم میگفت خوب قبراقم کاش که چند روز زودتر اومده بودم. نباید خودتو سرزنش کنی، تو باید به من میگفتی. پدرت نمیخواست بدونی، میگفت بچم تو دیار غربت دق میکنه. همیشه یه چیزایی هست که من نباید بدونم، نتونستم برای بار آخر ببینمش. تو رنجو میدونین دو نفری که دم به در نشسته بودن چی میگفتن؟ چی میگفتن؟ میگفتن چقدر مامان شیرین لاغر شده. بی خود کردم. مگه تو دوست نداشتی لاغر بشی؟ ول کن بهاره. چی کارش داری بچه رو؟ مگه چی گفت؟ بلنشو قربونت برم. بیا بریم پیش خودم میخوام. مامانه دلیم ناراحته. حیوانکیه چه زرد شدم. آره کاش که بابا رو اینجا دفن میکردیم بین گل و گیاهایی که دوست داشت. پیش از اوری عشرت الملوک زنگ زده بود. خب ناراحت بود. از چی؟ با زنموت صحبت کرد. دختراش از دستت خیلی ناراحتن. خب میگن دختر محلقا فکر میکنه هرچی بخواد میتونه به دیگرون بگه. فکر میکردم علکی میگن میرن کلاس زبان. بیچاره ها اومده بودن ختم. حرفشونم نزن با اون فیس و افاده و برخوردش. تو از اولم با فامیلای من خوب نبودی. باشه معذرت میخوام. تو رو خدا ناراحت نشو، من که یه مامون بیشتر ندارم. خیلی خوب دیگه خودتو لوس نکن. تقصیر من نیست، شما لوسم کردین. من نه بابا. میشه یه دست گل بچینم؟ میشه، فقط قنچه ها رو نچین. چقدر شبیه بابا گفتی. وقتی فکر میکنم چقدر این گل ها رو دوست داشت دلم میترکه. عاشق این گل ها بود. عاشق تو، عاشق همه ما. روز هفتم که داشتیم از سر خاک برمیگشتیم چشم به یه مرد میانسال افتاد. با یه خانواده قد و نیم قد دور مزار جمع شده بودن. انگار همون مردی بود که تو حیات دیده بودم، همون مرد بلند و باریک. عمو اینا کیان اومدن سر مزار؟ فکر کنم همکاراشن. همکارای بابا؟ شاید اونایی هستن که کمکشون میکرده. میدونی که بابا آدم خیری بود. ملاقا خانم اگه حالش خوب نیست بریم دکتر. نه فقط بریم خونه. مطمئنی حالت خوبه؟ آره خوبم. مامان زودتر از من متوجه اونا شده بود. حال منو بهونه کرد و به همو اشاره کرد که زودتر بریم. You had a good time then? بس بهار تلفنو خسته کردی. It's my mom. I have to go. Bye. مامان جان. عزیزم این حل شد باید بخوری. بابا. اینجایی که به حسین سرمدی تسلیت گفته. حسین سرمدی کیه؟ نمیدونم دخترم، حتما اشتباه شد. خفه میشه. این ازم بگیر. چی شد؟ نمیدونم نفس بکشم. وای حالم بده. ببین کجا؟ اینجا. ما تو فامیل حسین سرمدی نداریم. جناب آقای حسین سرمدی با نام از بس با خودت لجبازی میکنی. بلند شو بریم دکتر. از همون بهشت زهرا باید میرفتیم دکتر. به دکتر بنیادی زنگ بزن ببین مطبه یا بیمارستان. یعنی دو تا سرمدی با هم توی یه روز دانی رفتن؟ دست شما درد نکنه آقا، بفرمایید. چرا جواب نمیده؟ مامان، مریم خانم، مامان، مریم خانم، مامان،
جان چی شده؟ چرا جواب تلفن‌ها رو نمیدی؟ دلم هزارا رفت. اگه تو نگران منم میشی؟ معلومه نگرانت میشم، قربونتم میرم. بقیه کجان؟ مریم خانم؟ مردم که بیکار نیستن. مریمم بهار رو برده پارک. سنگ قبر رو سفارش دادی؟ آره. پاشو پاشو، نمیشه همش تو خودت باشی، باید به خودت برسی. میخوام یه جایی ببرمت. حوصله ندارم. کجا؟ نمیدونم. مامان چرا اینطوری میکنی؟ بلم کن بذار به حال خودم باشه. میخوای ببرمت آرایشگاه موها تو رنگ کنی؟ موها رنگ نمیکنم دیگه، هیچ وقت هیچ کاری نمیکنم. اونطوری که نمیشه. وایسا ببین چه شکلی شدی دیگه. خوشگلی رو میخوام چیکار؟ دیگه این حرف رو نزنی ها، انقدر شوهری بود ما نمیدونستیم. بیا این پالتو رو بپوش، بهت خیلی میاد. گفتم که نمیام. خدا چقدر این مامان من ناز داره، دیگه دست خودت نیست، بخوای نخوای میبرمت. بیا این کفشا رو بپوش، نوه نوه به پالتوت هم میاد. پات کن دیگه. از دست تو. میدونم بهت نرسیدم، بذار به حساب اینکه حال منم بد بود. تو همیشه بابا رو بیشتر از من دوست داشتی. باز شروع کردی؟ ممنون. خیلی خوش اومدین خانم سرمدی. واقعا متاثر شدم. کاش ایران بودم و بابت از تسلیت خدمت می‌رسیدم. خیلی ممنون، شما خیلی لطف دارین. خواهش می‌کنم. یه پیرانه مشکی داشتین چند وقت پیش پشت بچه. بله. اون که برازنده مادر محترمه. تشریف بیارین. خیلی عذر می‌خوام. خواهش می‌کنم. بله. جونم محسا بگو. این کدومنا رو تازه برای اون آوردن، نیو کالکشنه. شما اینا رو مشاهده بفهمین. من میارم خدمت. به صحرا میگه یه سرمدی بیشتر دست نشده. آدرس اون آگهی چی؟ از روزنامه پرسیدم، میگه ما آگهی حضوری گرفتیم. مطمئنی؟ آره، گفتن نمونه چاپی رو فرستادن ولی آدرس رو پیدا نکردن. آگهی تحریم بوده دیگه، خیلی مهم نبوده. آخه محسا جون، اگه فقط یه سرمدی دفع شده، پس حسینی سرمدی کیه؟ والا راستش رو بخوای منم نمیدونم، توش موندم. باشه ولش کن، حتما اشتباه شد. حالا فکرشو نکن، ترتوشو در میاری. باشه عزیزم، حالا بعدم با هم صحبت میکنیم. اینو فهمودین دیگه، ملازم فهمی. خیلی خوشگله. ماما بعد پروش کنی، مطمئنم خیلی بهت میاد. چی میگفت؟ احوال پرسی. بیا مامان. پورتری بابا رو پیدا کردم، اینو یادته؟ میخوام کاملش کنم. اینو کی کشیدی؟ قبل از عروسی. رفتم نشد تمومش کنم. کی میخوای بری؟ از دستم خسته شدی؟ نه قربونت برم. نگران خودت هم، بهاره، شوهرت. انقدر بیوفا نیستم. تازه میخوام ازت یه تابلو بکشم با همین لباس کار بابا. چطوره؟ خوبه. مامان مدتی خیلی تو خودشه. نمیدونم نگران چیه که اصرار داره من زودتر برگردم. خانم کدوم لباسه باید بدم اتوشویی؟ یه بارونی یشمیه، تو ساکو بگردی پیدا میکنی. چشم خانم. تا وقتی من غریبم چیزای زیادی برای پنهان کردن وجود داره. میبینی بابا پچپچه اونا تمومی نداره. اون وقت طوری حرف میزنن انگار من خیالاتی شدم. چی رو از من قایم میکنن؟ چی فرمودین خانم؟ من خیالاتی شدم؟ نه فرمایین خانم. چیزی میل داریم واسه تون بیارم؟ من بارونیتون رو پیدا نکردم. باشه. خوششویی دیر نشه. من خودم مادرم اگه میدونست که قرار یه روزی شاعر شم شک ندارم منو سقط میکرد تو همون دوری جنین میشه. شیرین جان عمو میگه با بازارگو با خودشون میبرن. مراسم چهلم بابارم کردم مهمون بازی. خب دیگه مامان دوست داره زنم و هم کمکش میکنه. نمیدونم چرا تو رام به همه چی کار داره.
چه اینقدر دیر کردی؟ بفرمایید. بفرمایید. سلام. سلام. سلام مادرجان. می بشین عزیزم. این چیه؟ چی؟ شبیه همونی که بابا تو خونه داشت. اینو کی ساخته؟ نمیدونم. بی بشین. اما همون آقاه. همونی که تو مجلس بود. چی شده شیرین جون؟ هیچی، میخوام برم ببینم اون کیه. به ما چه که اون کیه؟ سب کن ببینم کجا داری میری؟ مردم نشستن. شیرین جون بده، برو بشین. اون زشت. کیه؟ باز بهت میگم امو جون. تو میشناسیش نه؟ همونی که همیشه هست. گفتم که بهت میگم. اگه میخواستی بگی تو الان گفته بودی. سب کن شیرین جون، من بهت میگم. خیلی خوب، اون حسین سرمدیه، پسر محمود، پسر بابا. دروغ میگی. همه تون دروغ میگین، میخواین دیوانم کنین. مامی چرا وایسادی؟ وایسا کاری بکن. وایسا شیرین جو رسیدی؟ اومدی مادر؟ خوبی؟ دنبال چی میگردی امو؟ میدونیم ناراحتی، ولی ما میخواستیم بهت کمک کنیم. چطوری؟ اینکه یه کاری کنی فکر کنم من دیوونم؟ اشتباه میکنی مادر جان، اشتباه. شما هم میدونستیم من یه برادر دارم. نه، اصلا حرفشم نزن. آره میدونستیم، ولی اون به محمود خان قول داده بود مزاحم زندگی شما ها نشه. پدر من از پسرش قول گرفته بوده مزاحم زندگی ما نشه. What's going on, ma? هیچی. بچه بود که زنش دادن. 18-19 سال که بیشتر نداشت. دختر قرار نبوده بچه دار بشه. اون وقت اونم فراموش کرده یه پسر داره. تو حق نداری راجع به پدرت اینجوری حرف بزنی. اصلا شاید پی ارث و میراث اومده. اگه دنبال ارث و میراث بود که اینجا رو گذاشته بود رو سرش. خب این از زرنگیشه. ما چه میدونیم این آدم کیه؟ دزده، معتاده، تازه یه ایلم پشتشه. ما اصلا این آدمو نمیشناسیم. الانم چیزی نشده. همش مال گذشته است. 40 سال من یه برادر دارم. راست میگی همو، مال گذشته است. چقدر شبیه بابا بود. خودم رو میبینم که روی تاب نشستم، تابی که دو سر تنابش به ابرا میرسه. اصلا نمیترسم، اما وقتی برمیگردم عقب رو میبینم کسی نیست، به وحشت میافتم. چرا ام؟ چرا؟ نمیدونم، خیلی چیزا هست که من نمیدونم. باور کن من تا مدت ها نمیدونستم که محمود از این زن صاحب یه پسر شده، ولی الان مهم اینه که تو یه برادر داری. یه برادر بعد یه پدر. کاش که بابا بودم میدید. ساعت 11 به ورودی پارک چیتگر رسیدیم. آدرس خونشون رو نداده بود. به عمو گفته بود ممکنه گم کنیم. من خودم میام شیرین رو چشام میبرم. چرا قدیر؟ ببخش من.
اینو خودم کشیدم، شبیه توه. به شبیه تو بیا که هم منتظرم تو رو ببینم. خوش به حالت محمود، رفتی و راحت شدی، خبر نداری که تو چه برزخی گرفتار شدم. تفلک شیرین خیال میکنه که یه برادر ناتنی پیدا کرده، هر روز میبینه تشو بیشتر بهش وابسته میشه. چی کار کنم؟ نمیتونم حقیقتو بهش بگم، دیوونه میشم. میدونم آخه من چطور میتونم بهش بگم حسین برادرت نیست؟ چطوری؟ بیشتر از یک سال از عروسیم با محمود میگذشت. اینقدر عاشق بودیم که به هیچ چیز فکر نمی کردیم. یا گردش بودیم یا مهمونی. ییلاق پدرشم که جای خودشو داشت. چی کار میکنی پدر سوخته؟ میخوای ناکار کنی تا عروسیم اینا؟ حواسم از آقا جون. آقا جون خوبه با تو داره ها. فکر میکردم زندگی همینه. چقدر خوب بود اگه فکرم درست از آب در میمد. یه وقت طلاب در کار دست اون بدی بچه جوونم برات هم بذار کیفش رو بکنم. مگه حواست نیست آقا بزرگ؟ نه این دختره داره چه جیغایی میکشه. جیغ و ویغ و ولش کن، صدای خندش رو نگاه بکن، اون سر واقعا پر کرده. سلام آقا. سلام علیکم. پسرهای پارسی از اینم بدتر تاب میدن، اما دخترم اگه جیغ میکشن بس چی کار میکنن؟ هیچی، همی خندن همی گن تونتر تاب بده. دو روز پاریس بوده، 12 سال جون همه رو گرفته. خانم جون بازم تیکه انداختی؟ چه شد؟ عمه بیارش اینجا ببینم چه شده. بیارش اینجا، بیارش اینجا. یواش یواش یواش. یواش. آروم آروم آروم. کباب می‌خوری؟ این قلیلی به دلایش نذارین بابا، لوس میشه. بچه‌ست دیگه بابا. این کباب رو بده بزن. ممنون، بفرمایید. تو باید بخوری که جون بگیری و بچه‌های سالم و درشت بیاری برای پسرم. بابا. زیاد خجالت کشید مامو. مگه بهش نگفتی که زنا دنیا میان بزن برای مردا؟ ها؟ آجا شوخی میکنه بابا. شوخی چی؟ بی خودی که به سر دوماد نکردی بچه؟ بخور دیگه، از دهن افتاد. چشم. رفتی نگفتی من یایی دارم در دیاره بردم عزیز دلم مامان جان، شد یه دفعه زنگ بزنی یه چیز دیگه بگی؟ خب آخه من و محمودم بعد بخوایم دیگه. خوبه؟ اصلا میدونین چیه؟ ولش کن این حرفا رو. دایی حالش خوبه؟ درست شد؟ نه تصویر نداره هنوز. ببخشید مامان با محمود بودم. داره طبق معمول آنتن تلویزیون درست میکنه. محمود درست شد.
زیرش دست نزن. خیالتون راحت. خدا کی بود؟ ماما. حالشون خوب بود؟ اعصابم رو خورد کرده. چرا؟ چی رو؟ میدونی که حوصله داره ها. میگه یک سال و دو ماه و پنج روزه که ازدواج کردی. ببین تصویرش حرف نده. جواب منو بده. بجه یه حرف پاش برو دوتا چایی بریز بیار بخوری. نه اصلا نمیارم تو جوابم ندی. نمیرم. باش من میرم برات میارم. بد فکری نیست. سلامت بکوبم به گرزی گرم. تا سگر جفت نشیند همه کس نراد است. چه سیخ کبابی درست شده برای آقای شهردار؟ یه سیخ کبابی نشونش بدم خانوم. اصلا چی کار میکنی نمیخواد بره؟ فکر میکنی حالا که رئیس شدی نمیتونم دستور بدم خیابونی دور خونت رو بکنن که نیای بیرون؟ تو بکن تا منم با یه پرونده بدم با جنبوجت ببرن درگوزابا. جنبوجت؟ که چی بشه؟ که بشی کت خدای اونجا. درسته محلقا خانم مارس شدن جنب شهر. بوشان بگه خب معلوم بازنده خب بردم محمود خان. خب چرا نمیری دکتر؟ میترسم. از چی؟ اگه عیب از من باشه چی؟ بالاخره چی؟ میخوای چی کار کنی؟ نمیدونم. خب یه وقت بگیر برای محمود. میترسم بهش بر بخوره. بابا محمود از اون مردا نیست که. یه دکتر خوب میشناسم. شمارهشو میدی به؟ آره. امشب. امشب؟ محلقا خانوم چی دادی به شوهرت خورده که بلبل زبون شده امشب؟ دوتا تخمه کفتر ناقابه. من یه بچه که دورشو بگیره تخمه کفتر که هیچی، تخمه نهنگم نمیتونه زبونشو بکنه. لابد همین چیزها رو شنیده دیگه. که تا اسم بچه میاد میگه مگه ما امولیم که بچه دارشیم. با چه حرفا، مگه ما امول بودیم؟ چشوا نکرده یکی تو شکرمون یکی تو بغلمون. حالا چه عرض کنم. آها ممنون. شبت بخیر. دخترم این سارا رو یادته؟ همون لاغره؟ میدونستی اونام بچه دار نمیشدن؟ این وقت شب زنگ زده بود همینا رو بگه؟ میگفت حسابی ناامید شده بودن تا اینکه یه کسی شماره یه دکتره رو بهشون میده. دکتره با دو تا نسخه مرده رو خوب میکنه. چرا میخندی؟ آقا اگه ایراد از زنه بود تو برام تعریف میکردی. خیلی بیمزه. محل آقای چیز بپرسم راستشو میگی؟ چی؟ اگه یه روزی تو بفهمی ایراد از منه بلم میکنی؟ چطور مگه؟ نه ترس، فقط جواب سوالم بده بلم میکنی یا نه؟ نه. تو چی؟ بشمارسه دوست بیمزه. محمود چونم؟ بعد آزمایش بدی. مهتو دادی؟ آره. نگفته بودی؟ منتظر بودم جوابش بیاد بعد بهت بگم. جوابش دیگه نوبت توه. من احتیاج به این حرفا ندارم. حالا چی میشه آزمایش بدی؟ محلقا بریم بخوابیم. سارا میگفت با مردای دیگه فرق میکنی. تو با سارا میشی راجع به این موضوعات حرف میزنی؟ نکنه گفتی عیب از منه؟ خیالت راحت باشه اون محال جایی حرف بزنه. ببین چجوری داری آبرو منو میبری. یعنی چی؟ من که نمیتونم همش بشینم مطلقای اینو اونو تعامل کنم. میتونم؟ بعدش هم فقط تویی. این همه مرد تو دنیاست که بچه دار نمیشه. چته؟ چی واس خود میبری میدوزی ها؟ کی گفتی راحت از منه حالا؟ پس چرا بچه دار نمیشی؟ چه میدونم؟ یعنی چه میدونم؟ عرضه نداری بری یه آزمایش بدی؟ نه، محاله. چه تو شد اینجوری بکنی؟ صد دفعه گفتم یه آشغال انجه بردار. من که میدونم دردت از چیه، میترسی مرد نباشی. آره عزیزم، درست فهمیدی. من مرد نیستم. از اولش هم نبودم. فلم کن دیگه.
ولت میکنم. مطمئن باش. من یه پسر دارم، پاشو دیگه، پاشو هی نشین فکر کن، یکم به خودت برس، میخوام ببرم تئاتر. ببین، حیف این کار رو از دست بدی. الان تو هی بشینی فکر و خیال کنی، چیزی عوض میشه؟ از وقتی فهمیدم عیب از اون نیست بیشتر میترسم. خب شاید با دوا دکتر حل شه. میخوام حل نشه. چجوری تونست به من نگه که زن و بچه داره؟ مگه نگفتی قسم خورده برای سربازی بوده؟ به خدا من باور میکنم، چون میدونم دوستت داره. شوهر منم اگه نصف این منو دوست داشت. یه زنگ به محمود بزنم نگران نشه. بهش زنگ نزن یا. خب ولی من باید برم، ببخشید بلیط بچه ها دست منه. مواظب خودت باش دیگه، خونه خودته. باشه؟ برو. یه زنگ به محمود بزن تا سکته نکرده. بدبختی من از روزی شروع شد که جواب آزمایشو گرفتم و فهمیدم نازا هستم. توی دلم مادرمو سرزنش میکردم که منو از بیخیالی در آورد. دیگه همه اون دخترایی که به من حسودی میکردن و دلشون میخواست عروس مراد خان باشن، باید میومدن و میدیدن که عروسش به چه حالی افتاده. چیز مهمی نیست، فشار عصبیه، باید بهشون آرام بخش تزریق بشه. حامله که نیستم. من حامله نمیشم. آروم باش. بعد از این تزریق یه کمی استراحت کنن خوب میشن. مهلقان
بیارس. ببین من فردا خودم باش صحبت میکنم، رازش میکنم بیاد باشه. امشب بذار اینجا بمونه. اصلا دلم نمیخواست تو چشاش نگاه کنم. همه ی اون ضعفایی رو که بهش نسبت داده بودم بی خود بود. این من بودم که زن نبودم. به من مربوط نیست مردم چی میگن. من فقط میدونم این کار برام لازمه. اما این کار ننگه. اینجوری از زیر مقدس ترین وظیفت شونه خالی میکنی. شونه خالی میکنی؟ تو چی و مقدس ترین وظیفه من میدونی؟ وظایف در مقابل شوهرت، بچه‌هات. ولی من وظایف مهم دیگه ای هم دارم توروالد. به همین مقدسی امکان نداره. چه وظایفی؟ وظایفم نسبت به خودم. تو پیش از هر چیزی یه زن شوهر داری، یه مادری. یه مادری؟ نه دیگه به این حرف اعتقادی ندارم. به نظر خودم من پیش از هر چیز یه آدمم، درست این تو. چطور بود؟ خوب نیست، من دو سه سالش در نیومده. میدونی چه اجرایی از خانه عروسک شده؟ اگه با هم هماهنگ نشیم از خیلی اجرا میگذاریم. خب بازم تمرین میکنی؟ ببینیم. خب بچه ها یه تمرین دیگه. چیکار میکنی؟ من صابخونه جوابم کرده. بله محمود خان شمایی؟ ممنونم. باشه بله اینطوری بهتره. خواهش میکنم. باشه چشم، خدافظ. معلوم بود که سارا راجع به اسباب کشی داره دروغ میگه. نفهمیدم چرا. محمود میگفت کلش بوی قرمه سبزی میده. میگه مامانت نگرانته. نمیدونه باید چی جوابشو بده. محلقا عزیزم، مگه قراره همه چی اونجوری که تو میخوای پیش بره؟ منو ببین، همین امروز صبح نمیدونستم دارم مال خون والا خون میشم. ولی خب چی کار میشه کرد؟ زندگیه دیگه. بالاخره روی خوشش رو به مام نشون میده. محموده گفت دوباره زنگ میزنه. نمیخوای جواب بدی؟ چی کار میتونستم بکنم؟ به بهانه این نازایی خودم از محمود جدا میشدم، یا به این بهانه که قبل از من دختر باغبونی رو بغلش در بردن؟ چی میخواستم؟ فقط اینو میدونم که منو میپرستید. منم بدون اون نمیتونستم زندگی کنم. جواب از من شرشی بوده مهم نیست. مهم تویی که هستی. بچم نشد نشد دیگه. دو سال تموم قصه خوردم و دم نزدم. روز به روز لاغرتر و ضعیفتر می شدم. تارک دنیا شده بودم.
با هیچ کس و هیچ چیز ارتباط نداشتم. میگفتن افسردگیه. سال نوت مبارک عزیزم. تو دهن تو شیرین کنی برم برات یه کادو بیارم که تا حالا تو عمرت نگرفتی. بفرمایید. نمیخوای بازش کنی؟ دارم خوشت بیاد. اسمش سویلاست. پدر مادرش مردن توی تصادف 3-4 ماه پیش. خب پیش مادر بزرگی زندگی میکنه. مادر بزرگش پیره، نمیتونه ازش نگهداری کنه. میخواهش دخترک همونی بود که خوابشو می دیدم، با همون موها و همون چشما. تا عکسشو دیدم مهرش به دلم افتاد. همه ی بچه ها یا تو بیمارستان به دنیا میان یا تو خونه، اما بچه ما رو با ماشین آوردن. من تو خونه تنها بودم. محمود گفته بود اینطوری بهتره، فرصت داریم با هم کنار بیاییم. سلام خانم. سلام. بذارش روی. نه بیاریم. شما دیگه بریم. اون سلام اینا برای چی میارم؟ سهیلا خانوم چطور؟ داره خوابش میبره. اسمش شیرینه. شیرین 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 خودم خودخواهیم. نه برشی این که پدر و مادرش مردن تا این بچه به ما برسه.
اینجوری فکر نکن. شاید قسمت این بوده. حالا خوب نیست من. چرا؟ عذاب وجدان دارم. خب اگه ناراحتی بریم پسش بدیم. لازم نیست. بچه خودمه. خودم عذاب گرفتمش. شیرین خودمه. و من؟ بعد اینکه وانمود کردم حاملم، یه سالی با همه قطع رابطه کردم. وقتش که شد شناسنامه رو به اسم خودمون گرفتیم. برای احتیاطم یه مدت بچه رو از همه دور نگه داشتیم. خوبه بنداز. باش باغچه ها رو لغت نمیدونم. همه چیز رو به راه بود. وضعمون روز به روز بهتر میشد. منم دخترکم رو داشتم. شیرین 3 سالش بود و من نباید میذاشتم ابری رو بوم خونم و سایه بندازه. خب کجا باید بکارم؟ هر جا که سلام. من میگم که روزای قرمز رو این طرف بکاریم، روزای زرد رو اون طرف. بالای رنگ و رنگ هم این وسط میکاریم که وقتی خانم ایوون نشستن حضرش ببرم. موافق اینجوری؟ چجوری؟ قرمزا رو این بر بکنید. رنگ و رنگ بادم این برسر. چطور چی بایی؟ آی بچه چی کار میکنی؟ معلوم از چی کار داری میکنی؟ بچه ببینم. بیا اینجا شیر اینجا. بیا ماما. بیا قربان. بیا کمک کن قلم ها رو بریم سر باغچه. بالاخره خوابی؟ دیگه نمیخوام پسر باغبونه بیاد اینجا. چرا؟ همین که گفتم. نمیخوام. مدتی بود که احساس میکردم یکی داره منو میپاد. یه زنی که روشو محکم میگرفت. خانوم، کاری داشتی؟ خانوم؟ خانوم؟ خانوم با شما هم با کی کار داشتیم؟ فکر میکردم حتما اشتباه میکنم. محمود میخندید و میگفت کی ممکنه تو رو تعقیب کنه؟ میگفتم شاید از فامیلای شیرین باشم. میگفت خیالاتی شدی. اما من اشتباه نمیکردم. اون روزا محمود خیلی احترام داشت. گاهی وقتا که سینما می رفتیم فیلمو از هر جاش که بود قطع می کردن و دوباره از سر نمایش می دادن. مردم هم کف می زدن چون می تونستن با یه بلیط یکی و نصفی فیلم تماشا کنن. شیرین هم روز به روز خوشگل تر می شد و شیرین تر. 5 سالگیش بلایی بود خوش سر و زبون و اطواری. با یه لبخند یا اخ هرچی می خواست به دست می بود. آفرین دخترم. دیدی چیزی نبود؟ خب. نفر بعدی. خانم شما که دختر خوبی بودی میخوام برای چی بگیرم؟ نمیدونی که. خانم کجا؟ بله. دفترچه‌تون رو یادتون رفت مهر کنین. تشنمه. شیرین جان وایس. مام من تشنمه. یه وایس مامان جان الان با هم میریم. شیرین وایس با هم به خب، اینم دفترچت. بفرمایید. بیا بریم دخترم. بفرمایید. تاریخ نوبت بعدیشم یادت باشه که حتما بیاریش. دکتر قطره فلجمون هم تموم شده ها. زنگ بزنید مرکز بگید بیا. شیرین. بله.
شیرین اینجا ماما اینجا چیکار میکنی؟ من مردم. اینو کی بهت داده؟ یه مامان دیگه. کدوم مامان؟ مگه نگفتم نباید از کسی چیزی بگیری؟ بدش به من. نه. بدش به مامان جان. نه. بدش به من. نه. بدش به من بیا بریم. نه. نه مال خودم میخوام شرط بمونه. خودم بهترش برات میگیرم. ترسم هم قصی اگه بخوان شیرین از همون بگیرن کی؟ چی میدونم همینه که دنبالشن دیگه اگه نمیدونیم زنه کیه ببخشت آقا پرمنده بذارش اینجا شیرین مال من توه من باباشم تو هم مامانشی هیچ یق نهاره اونم من تو بگیره سعی کنی بفهمی اگه فامیلاش باشن چی؟ میخوای برم کلم تری؟ چند دفعه بگم نمیخوام ملج بیفتم آخه اینجوری که نمیشه دو روز دیگه بچه میخواد بره مدرسه اون وقت چی؟ محمود بیا از اینجا بریم بیاریم تهرون کارمو چی کار کنم؟ خب انتقالی بگیر تهرون بزرگه میریم خودمون گام و گور میکنیم مامان جانم خدا اگه اتفاقی واسه شیرین بیفته من میمیرم محمود از فردای اون روز دیگه کسی دنبال ما نیومد اصلا دلم نمیخواست شیرین هیچ جایی بره حتی اگه خونه بخت بود هر جا میخواستیم بریم محمود ماشین میفرستاد دنبالمون اما من عادت کرده بودم که پشت سرمو نگاه کنم بس دیگه بابا بگی بخواب آفرین خوابم برد اونقد که نفهمیدی من کی اومدم چقدر دیر اومدی کار داشتم حتما شامم خوردی امشب تو باید میخوابوندیش با این قصه های وحشتناکی که تو هر شب برای بچه تعریف میکنی بهتر خودم بخوابونمش مگه تو به غیر از کارت به چیز دیگه یه اهمیت میدی؟ معلومه اولش به تو این نامه انتقالیمونه میریم تهران اواسط سال 56 ما منتقل شدیم تهران دیگه دوره زندگی تو شهر کوچیک تموم شده بود تهرانو بیشتر از همه جا دوست داشتم چون میشد توش مخفی شد چی شد؟ خندیدی؟ تو این شلوغی دیگه دست هیچ کس به شیرین نمیرسه تازه باید مواظب باشی خودتم گم نشی من و محمود دلمونو به وضع جدید خوش کردیم فکر کردیم این راز تا ابد پوشیده میمونه Thank you.
17 سالم بود که مراد خان اومد توی اتاق ما و به آقام گفت مشتی فردا گوهر رو عقد میکنیم برای پسرم محمود. آقام صداش در نیمد. من دویدم توی پستو و همونجا با رفتم. من دختر باغبون رو میخواستن عقد کنن برای پسر آقا. به ننم گفتم چرا؟ گفت آقات میگه برای این که مراد خان نمیخواد پسرشو ببرن سربازی، تو رو میدن به پسر آقا که یعنی زن داره. گفتم یعنی من زنش نمیشم؟ گفت چرا؟ ولی لابد بعد از یه مدت طلاقت میده، مثل همه آقاها. گفتم پس من چی؟ گریه کرد و گفت هیچی، کاش زودتر میدادیمت به پسر مش جعفر. فردای اون روز محمود خان از شهر اومد. من دوباره رفتم توی پستو، اما این دفعه مچ دستم رو گرفتن و از پستو کشیدنم بیرون. روسری سفید انداختن رو سرم، بله رو ازم گرفتن. هیچ کس توی اتاق نبود، هیچ کس کل نکشید، هیچ کس دست نزد. حضرت آقا دارن تشریف میارن. چی؟ وای خدا مرگم بده. مشتی اونا رو جمع کن، اونا رو جمع کن. بیا تو، بیا تو، بهت میگم بنداز. بیا تو، میگم نره توی خاک و خون و حرف که به گوشت نمیره. نره بچه رو چی کار؟ نره خواهی آقاش به این وضع ببینتش. نره ببین صورتی تو چی کار کردی. بسو بشورم الان آقاش میاد. بباره که شلوارشم کجا یه هورا افتادی؟ سر قبر. لا اله الا الله. فخری قدیفه یادت نرفته؟ نه یادم نرفته. برای اینکه مراد خانم پایین دهی یا خوشش نمیاد. پس چرا بقیه رفتن؟ بقیه که فامیل ارباب نیستن. مگه ما فامیل اربابی؟ چه میدونم والا. آب جی شوهر کردن چه جوریه؟ پیشونی میخواد. تو رو پیشونی چی نوشته باشه؟ یعنی چی؟ یعنی به این رخت و تور سفید نیست، یه هم مثل من سیاه‌بخ میشه. داره سر عروسه لامپای رنگی میبندم. باشه ایشالله داره سر تو لامپای رنگی میزن. دلم من میخوام برم عروسی. شما تشریف نمیاری؟ شما تشریف ببرین، خوش بگذرین. بگو دیگه گفتم چی بایستا؟ آقا اجازه بدین قلیونو رو برا کنم. باشه وقت دیگه. رو هر چطوره؟ حالش خوبه؟ نه والله آقا، بعد وصلت شما با معلقا خانم بچه هم این رو به اون رو شد. من شخ بعد گوهر رو نخواستم، من از نرفتن سربازی به رضایت شما عقدش کردم. غیر اینه؟ نه آقا همینه. حالا اگه دلش نمیخواد طلاقش نمیدم. خونه او صاحبو گرفتم برای گوهر حسین، منتی نیست، مهرشه. شما میتونی هم فردا بریم اونجا. فقط دلم میخواد دفعه بعدی که اومدم ببینمش. چشم آقا، خیالتون راحت بشه. خدا بزرگی کمتون نکنه آقا. از دست گوهرم ناراحت نباشین، زنه دیگه، حقل درست حسابی که نداره.
بمونین حالا آقا. هستم تو ده. یه مدت اینجا میمونم تا کارهای اینجا را سوریز کنم. شما دیگه نمیخواد بریم مطبخ هستن زهرا اینا. خدا عمرتون بده آقا. مشتی بریم باغ بالای سرسامونی بهش بدیم. چشم آقا. دلت میخواد بیه پیش بابا؟ آره. فردا که میان حسین هم با خودتون بیه. محمود خان مرد خوبیه، بابای بچته، هرچی بخوای بهت میده، خونم که واسه خریده. خونه میخوام چیکار؟ عقلت کم شده؟ چی تو کلته؟ فکر کردی محمود خان با اون کپ کپ دبدبش به دختر باغبان کفایت میکنه؟ سرت به کار خودت باشه، هیچی نگو، به فکر خودت و بچت باش. من به جهنم، دلم خوش بود حسین بابا داره، معلوم نیستن که چطوری جادوش کرده، اصلا دیگه حسین هم نگاه نمیکنه. یه وقت صداتو میشنوه عصبانی میشه طلاقت میده. دختر کبرزا رو ببین، شوهرش هر شب با شلاق میفته به جونش. والا محمود خان آغاز پیشه خیلی از این مردا. این همه زن هوو دارن، تو هم یکیش. آسمون به زمین میاد. اومدم. نمیدونم چرا بعد از 4 سال به دلش افتاد برای ما خونه بگیره. میخواست از دل من در بیاره که ناراحت بودم زن گرفته، یا اینکه ما رو از اونجا دور کنه که با اون زنک شهری بیاد امارت. هرچی بود برای ما یه زندگی جدید بود. من کار نمی کردم و ننم هم از کار تو مطبخ تازه مرخص شده بود. آقام میگفت شاید به هوای حسینم که شده محمود خان پاشو بذاره تو اون خونه. شب شب ما، شب ما سحر نداره، یار از دل ما، دل ما خبر نداره، این شب شب ما. بعد یه اون بدبختی بالاخره صورت آقا و ننه به خنده باز شده بود. چطور میتونستم کج خلقی کنم و این خوشبختی رو از اونا بگیرم؟ اگه رو پیشونی من نوشته بود که سرنوشت من تحمل تنهاییه، پس حداقل اونا خوشحال باشن. در مقابل این نعمتی که خدا به ما داده بود، ناشکری کفران نعمت بود. چرا گریه میکنی؟ چیزی نیست، خوشتونه. یعنی میگم اونو تا بزرگی مال تو حسین باشه، اونم بس من و آقا تو آبجید بس بزرگم که نمون خورست. ننه گفت شام میاد؟ آره ننه بجام. چطور یه دفعه؟ چه میدونم؟ حتمی دلش تنگ زن و بچه شده. مشک بر دلشون کن، یه دلو بنداز تو چا، کلی کار داری باید آپاشی کنی حیاتو. ننه برنجو پیمونه کن بده فخری پاک کنه. فخری جان، اخی کلی کار داری. آقا داره میاد. ننه آقای هستی چخه آبی میاد؟ من چه میدونم؟ خودش گفت آخه بالی. برو تو حیات حسین کار دارم. نمیام من. برو تو حیات. برو تو حیات. هستی چخه آبی کوف؟ برو. هستی چخه آبی کوف. بچه رو چی کار داری؟ بیا ننه بیا. بیا ننه. بیا برو تو پیمونه دور بده تا بابات بیاد. ارسی بیا. لا 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 لا. نگاه کن این که داره میسوزه خورش. بسوزه به درک. اون آبو بده ببینم.
سر و ریخته تو دیدی؟ بیا یه ذره به خودت برس، الان محمود آقا میاد. ننه بذار سرم به کار خودم باشه. بگیر اینجا بشین، قربون شکلت بره ننه. بیا یه ذره به خودت برس، به سر و صورتت برس، بذار قشنگ بشی، ما بشی. بذار آقا وقتی میبینته دلش بلرزه. آقا مونه دختر خوشگلم برم، زبونم مودر رو برد آخه. آتیش که میگردونی انگار وسط ستاره های آسمونی. از این حرفو به محلق خانومم میزنی؟ این که آتیش نمیگردونه. دیروزی حساب با کردم برای حسین، میخوام ماهانی چی تو حسابش بذارم که بزرگ شو سرمایه دستش بشه. چطوره؟ چرا جواب نمیدی؟ زبون تو قورت دادی؟ چی بگم؟ اومده بودم درد دل کنم برات. محلقه حالش خوب نیست. درد و دلت محلقه خانومه؟ چند روز رفته خونه مادرش؟ برای همین اینجایی؟ میدونی گوهر، محلقا بچهش نمیشه، نازاست. ظرفا رو بشورم. نمیخواد، بذارش بر بعد. بگیرش. بر تو خریدمش. خب بازش کن. دستت کن این خوشت بیان.
ننه صبونه آوردم واسه تو ننه. خوابه تو صبح خواب به چشمم نیومد، همش دلم شور تو داشت. کش خلقه که نکردی باش؟ نه چیزی نگفت. نه فقط همه. وای ننه خیلی قشنگه، مبارکت باشه، خدایا شکرت. دیدی گفتم آقاد آغاز، باش خوش رفتاری کن، بازم بیاد. برو نهار میمونه. گوشت با ماشین بریم یه طرفی. الحمدلله. خب برو ننه، برو با نسا، برو. خب مواظب زبونت باش. خب برو. از وقتی زنگ گرفته بود یه بارم به من نگاه نکرده بود. هم خوشحال بودم هم دلم شور میزد. باورم نمیشد که یهو اینقدر مهربون شده. انگار از اون زن اجاق کور خسته شده باشه یا مهرش کم شده باشه. بیشتر میومد پیش ما. گردش میرفتیم، خوش بودیم. ننه هی اسپندود میکرد و هی نظر و نیاز میکرد. دوستش داشت، چون از وقتی محمود خان منو گرفته بود اونو از کارهای سنگین معاف کرده بود. یه خودی به این بر خوبه. همش خیال میکرده ایب از منه، به اینکه مجبور شدم بهش بگم. گفتی زن داری؟ گفتم بچه دارم. گفتی طلاقم دادی؟ از دیروز تا حالا این چرخ به غلط کردن انداخته. وایسا بابا. گفتی طلاق هم داری؟ درست کنه بابا. حالش بده. افسرده است. حوصله هیچی رم نداره. همش نشسته تو ایوون. لام تا کامم با کسی حرف نمیزنه. برای همین دیگه دوستش نداری؟ کی گفته دوستش نداره؟ زنمه. من چی؟ من زنت نیستم؟ گوهر تو جان حسین خلقمو تنگ نکن. حسین بابا یه دقیقه بی اینجا، بی اینجا بابا، بیا وایسا همینجا تو بابا وایسا. بخن بابا، یک دو بخن، سه. آجم خداحافظ. خداحافظ. به امان خدا. آقا در پناه قرآن. خیلی خوب، کاری نداری؟ کی برمیگردی؟ ماموریت دیگه با خداست. بابا منم ببینم. باشه وقتی دیگه بابا. موضوع بشه باشه. خداحافظ. خشتی خداحافظ. خدا نگه دارم. واسه باشه سلام. یه باشه. دست درد. آقا جون باشه. آقا حسین. حسین. به خدا سپردم. چرا تو میبری؟ زنگینه، بده خودم ببرم برا دیگه. برو رد کارت، آقا بفهمه ناراحت میشه ها. رب همه لباس ها همین بود؟ ها چقدر کم؟ لباس های خونه آقا رم آوردی؟ ها صدر سنگره یه دفعه روی اون بشه. چی شد؟ ننه گفتن که رفته ماموریت. کار داره مرد دیگه ننه جون. تو چقدر ساده ای. نه خدا مرگم بده، ننت بمیره. اون از مرگت، اینم از بچت که جون بگیره. بیا آلیه میخواستی.
چی تو دلم بند نمیشه. یه وایسا موازه بابجید باش، من برم سیراب شیردون گیر بیارم با نخود بار بزنم. هیچی مثل سیراب شیردون تایی دل زنه بیاردار رو نمیگیره. هیچی هیچی نیست. در رو خارج شو قربون دست. آبجی اینجا تو بمانم. از بهار تا پاییز فقط یکی دو بار اونم یه توک پا به ما سر زد. در عوض مرتب رانندهش حسن آقا رو میفرستاد و خار و بار و خرجی میداد. پس محمود خان نیومد؟ نه. این دیگه دلمو خیلی میسوزند، نه به خاطر خودم، به خاطر حسین که دیگه عقلش میرسید و هر وقت محمود خان میومد و میرفت دنبالش بهونه میگرد. این ملافه چی شد؟ مشتی خانم چرا اینقدر طول کشید؟ نمیشه، از من کاری ساخته نیست. مشروب و تو این همه زامبی، تو این آبادی به ما گرسید. این بچه انگاری نمیخواد به دنیا بیاد. بابا دستم به دامنت، بچه هم از دست میره، یه کار بکن. من نمیتونم. زینب زینب، حسن آقا رو خبر کردم، کمک کنیم ببریم بشون. بچون بیا کمک. ملافه یاد نره زینب جان. چشمم به این را سفید شد، فکر نمی کردم امروزم بیای. مأموریت بودم، من اینه زودتر می آمدم. بیا بگیرش، مراقب باش. زهره خانم جان ببین همینجا بایی سوی اینو هم بزن تر نکنی دستو پنجه در ننه این بچه دارم من هم سیقه سر صدا نکن آقا اینجاست برو آشپز خونه کازی کاشی رو برده بیا باز خوهرت با تو قیافه خودتونو داره آقا انگاه سیبی که از وسط خوش کرده باشه حالا که قیافهش معلوم نمی کنه ننه یه حسینم هم همین شکلی بود آقا مگه نگوهر فخری کجا موندی؟ اون کاشی رو برده بیا واسه آبجیت باشید اومده؟ ها؟ ننه اون بچه رو بده کانه پاره ها رو بندازم دور بپیچم تو پتون نوش آی ننه اون سرش جانم چیز قابل داری نیست مبارکت باشه دست درد نکنه سه
سلام علیکم نگفتی یا یادش نبوده سلام علیکم نگفتی یا اینکه یادش نبوده باشنگه بیا آب جیزم بح بح چه حلوایی بیا برو بغل بابا یا علی شیرش خوردی؟ شیرش هم خورده دختر خوبیه دختر باباست من میرم میرم آقا جون اومده یارم حسن آقا مشک بر به جا میکی خیلی کار داریم چشم آقا قدمی دکتر همیشه تو خونه ما برکت داشته مبارکه سلاتین ماشالله به مبارکه اسمشو میزنیم سهیلا سهیلا شما را از سرش کم نکنه ناقابله آقا خدا بیشترشو بهتون بده دستتون درد نکنه دست شما درد نکنه بیا بزن بیا بعدش میسن میبینم هر وقت محمود خان میومد من بچه ها رو میبردم پیشش سهیلا رو خیلی دوست داشت و خوشحال بود اون همه گوشواره و گردنبند و علنگو هم بی خود نبود خیلی سیاستی بود بی خود نبود که پدر بزرگش هم زمانی نماینده مجلس بود اینا رو که میگفتم ننم میگفت زبونتو گاز بگیر و این حرفا رو نزن زن اصلا برای این به دنیا اومده که عذاب بکشه خوشحال باش که سایش بالا سر بچه هاته از سر بابا بخندی؟ سایش بالا سرمون بود و من خوش بودم آفرین گوهر سویلا روزی کنار با سید واسه بابا عکستو برداره بابا یه دقیقه باشه بخند بابا باری کلا شد. آره بابا خوبه بیا بیا آقا نقابله خوش اومدید بابا حسن نباشی مشتی دیگه نمیخواد کار کنی بابایی مواجبش همراه با خرجی گوهر میگم آقام بده ثواب کردین آقا مشتی دیگه نمیتونست کار کنه خدا عمرتون بده آقا کم بودی بود به خودم بگیر گوهر جون تو جون این بچه خیالت راحت کار نداری ماما به سلامه خداحافظ خداحافظ خیلی پیش آقا خدا با هم بای. بابا منم باید بیام نه بابا پاشو یه وقت دیگه میموندین آقا کار دارم آقا شام در خدمت بودی زینت خانم یه توکیپا بیا خونه آقا کارت دارم چشم آقا مشک بریم آقا چی کارت داشت؟ خانه رو نگفتی آقا چی کارت داشت؟ هیچی ننیستم برای آب ببن مشتی بلیت مشهد بلیت مشهد؟ مال ماست؟ ببینم آره آقا بلیت مشهده خیلی دلم لک زده بود برم زیارت میری ایشالله
بچه مال باباشه، ما چی کاری؟ مگه گوهرم میذاره؟ باز کلاشو بندازه هوا که یکیش واسش میذاره. بچه هم دق میکنه. آقا حقش هست یا نه؟ اینو بگو. نمیدونم مشتی، نمیدونم. من که خیلی میترسم. نترس خدا بزرگی. دیگه چی گفت؟ آدم وقتی مجبور باشی به مرگم راضی میشه. آی ننه، آی ننت بمیره. اگه مراد خان بفهمه چی میشه؟ یاری بگیر تو یادم من ده یادم بابا دلت میخواد ببرم تو شهر پیش خودم؟ آره بابا دوست. آقا این بچه به شهر عادت نداری، ذلتون میکنه. باشه وقتی گی بابا. بچه پیش باباشه، پیش غریبه که نیست. هیچکی جرئت نمیکنه از گل نازک در بهش بگه. خود خود اینا
قصه نخور ننه، قصه نخور. پیش باباش خوب تربیت میشه، مدرسه میره، خانوم میشه، باسواد میشه. بابا ننه؟ نه زهرا خانم جون، جون تو و جون بچم خودت سکرم برود بغلی، برود بغلی. نه 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 جا گریه نکنی زهرا خانم جون، برو همش دار. نه 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 گریه نکن ننه، گریه نکن، گریه نکن ننه جان، جان بیا بغلی، بیا. آی ننه قربونت بره، ننه بمیره، ننه بمیره. فخری کجا موندی؟ آبو بیار اینجا. زهرا خانم جون تو جون بچم. سینا هم هنوز پرشیر بودن که سویلا رو بردن. یک هفته تب کردم و لب به غذا نزدم. بچم حسین کنارم میشست و گریه میکرد. آقام کلافه بود و خودشو نفرین میکرد. ننم دلداری میداد و من عشق میریختم. انگار شیرم شده بود عشقو از چشم بیرون میومد. خدا رو شکر که نمردم و این روزا رو دیدم. محمود خان مرده و من زنده. بعد از 40 سال دخترم برگشته خونه. بهش گفتن من خاله حسینم. میگم ننه حسین، پس کی بهش میگیم که من مادرشم؟ میگه صبر کن، حالا زوده، محلقا خانم نمیدونه. خب ندونه، وقتی بفهمه که خوشحال میشه. این که شیرین، نه همون سویلای خودم، دختر محمود خان بوده بهتره، یا اینکه دختر دوتا آدم بی نام و نشون. میگه شیرین چی؟ شیرین فکر میکنه محلقا مادرشه. میگم دیگه طاقت ندارم، دستاشو تو دستم میگیرم و میگم چقدر دوری کشیدم. بهش میگم چقدر دنبالش رفتم. بهش میگم شیرین مادر، میدونم تو یه خانومی و من یه دهاتی، اما خون چیز دیگه ایه. خونه که میکشه. کم کم با محلقا خانومم آشتی میکنم و اگه خواست خدمتشو میکنم. به حق فاطمه زهرا که همه چی رو به راه میشه.